سلام و درود خدمت همه بینندگان عزیز. امروز اومدیم با معرفی 3 تا از بی‌ادب‌ترین کشورهای دنیا که رتبه اول تا سوم بی‌ادب‌ترین کشورهای جهان رو به خودشون اختصاص دادن. به نظر شما ایران خودمون چندمین کشور بی‌ادب جهانه؟ نظراتتون رو واسمون کامنت کنین. واسه حمایت از ما دکمه لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. مرسی دوستان. بی حیاترین کشور جهان کدام است؟ تا به حال شده که به کشوری سفر کنید و احساس کنید که مردمان آن کشور با شما چندان مهربان نیستند، یا اینکه تصور کنید که آنها غیر متمدن یا حتی پر افاده هستند و به نظرتان خیلی خونگرم نباشند؟ اگر این احساسات در زمان سفر داشته اید، شما تنها نیستید، چرا که این احساسات را توریستان زیادی با سفر به بعضی از کشورهای خارجی تجربه می‌کنند و این به خاطر تفاوت فرهنگی است. به همین خاطر است که میگویند ادب مثل زیبایی تعاریف مختلفی دارد و ممکن است آنچه ما در مورد ادب و احترام میشناسیم به نظر مردم کشورهای دیگر نشانه ادب نباشد. با این حال جالب است که بدانید یک تحقیق جهانی جالب توسط وبسایت گردشگری اسکای اسکنر انجام شده تا بر اساس آن بی‌ادب‌ترین کشورهای جهان یا به عبارتی بی‌ادب‌ترین میزبان‌های جهان مشخص شوند. در این تحقیق توریستان از کشورهای مختلف رأی دادند و در نتیجه لیستی از بی‌ادب‌ترین کشورهای جهان تهیه شد. اگر برایتان جالب شد که بی‌فرهنگ‌ترین کشورهای جهان کدام است و مردم کدام کشورها به عنوان بداخلاق‌ترین مردم دنیا شناخته می‌شوند و میزبان‌های خوبی برای توریستان نیستند، با ما همراه باشید تا یک به یک از بی‌ادب‌ترین کشورهای جهان را به شما معرفی کنیم. بی‌ادب‌ترین کشورهای جهان. فرانسه 4 رتبه برتر لیست بی‌ادب‌ترین کشورهای جهان به مردم کشورهای فرانسه، روسیه، انگلستان و آلمان تعلق پیدا کرده است. این بدین معنی است که فرانسه رتبه اول بی‌ادب‌ترین کشورهای جهان را از آن خود کرده و سپس روسیه رتبه دوم و انگلستان رتبه سوم و آلمان هم رتبه 4 را در این زمینه کسب کرده است. خیلی از توریستان معتقدند که فرانسه مردمان پر افاده‌ای دارد و همین خاطر جای تعجبی ندارد که نام فرانسه را به عنوان بی‌حیاترین کشور جهان در صدر این رقابت‌ها ببینیم. جالب است که بدانید 1/5 شرکت کنندگان این رأی‌گیری فرانسه را به عنوان بی‌ادب‌ترین کشور جهان انتخاب کردند. این در حالی است که برخلاف فرانسه، مردم کشور بر روی نام برزیل به عنوان با فرهنگ‌ترین کشور جهان اتفاق نظر داشتند. روسیه. احتمالاً مردم روسیه هم به خاطر اینکه عموماً لبخند نمیزنن، در ظاهر مردمان خشک هستن و رتبه دوم بی‌ادب‌ترین میزبان‌های جهان را از آن خود کردند. البته همانطور که گفته شد باید در این زمینه به تفاوت‌های فرهنگی نیز نگاهی داشته باشیم و این را بدانیم که ممکن است لبخند نزدن مردم روسیه دلیلی بر تکبر آنها نباشد، چرا که فرهنگ روسیه ایجاد می‌کند که مردمانش به غریبه‌ها لبخند نزنند. اما به هر حال این را هم نمی‌توانیم انکار کنیم که توریستان ترجیح می‌دهند مردمان کشوری که از آن بازدید می‌کنند کمی خنده‌روتر از مردم روسیه باشند. یک نکته دیگر این که می‌گویند زبان روسی به اندازه زبان انگلیسی یا فارسی مؤدبانه نیست. به هر حال همین مسئله هم می‌تواند در انتخاب روسیه به عنوان دومین کشور بی‌ادب جهان دخیل باشد. انگلیس. از همه جالبتر از این است که انگلستان رتبه سوم بی‌ادب‌ترین یا بی‌حیاترین کشور جهان را کسب کرده است. جالبیش به این خاطر است که 60% کسانی که در رأی‌گیری بی‌ادب‌ترین کشور جهان شرکت کرده بودند خودشان انگلیسی بودند. جالبتر از آن هم این است که در تحقیق قدیمی‌تر خودشان را به عنوان بدترین توریستان جهان هم انتخاب کرده بودند و این نشان می‌دهد که مردمان انگلستان انسان‌های متواضعی هستند. در پایان جالب است که بدانید در این تحقیقاتی که انجام گرفت در بین لیست کشورهای حاضر در این تحقیق مردم جزایر کارائیب، فیلیپین و برزیل به عنوان باادب‌ترین مردمان دنیا در قبال توریستان انتخاب شدند. به هر حال اگر شما هم به هر کشور دیگری در جهان سفر کردید، بهتر است که تفاوت‌های فرهنگی را در نظر بگیرید و بعد با چنین نگاهی رفتاران مردمان آن کشور را زیر نظر بگیرید و برداشت اشتباهی از رفتارهایشان نداشته باشید. مرسی دوستان که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. دکمه لایک و سابسکرایب و هم واسه حمایت از ما یادتون نره. نظراتتون هم واسمون کامنت کنید. مرسی دوستان.